سلام، با خبرهای این ساعت طلوع با شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز شنبه 20 ماه صبر سال 1390 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 10 ماه می سال 2011 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. هشدار سازمان جهانی آکسفام از ناتوانی نیروهای امنیتی افغان برای گرفتن مسئولیت امنیتی در افغانستان. راه اندازی یک عملیات گسترده در برابر طالبان از سوی آیسف در سراسر کشور. با خواست نماینده رهبر مذهبی ایران در سپاه پاسداران از رئیس جمهور این کشور. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. سازمان جهانی آکسفام هشدار میدهد که نیروهای امنیتی افغان برای گرفتن مسئولیت تامین امنیت در افغانستان آمادگی ندارند. این سازمان در گزارش تازه‌ای میگوید که هرگاه نیروهای امنیتی افغان وارد خط نخست جنگ شود، نقض حقوق بشر افزایش خواهد یافت. آکسفام از جامعه جهانی میخواهد که نیروهای خارجی پیش از بیرون شدن از افغانستان باید تضمین نمایند که نیروهای امنیتی افغان حرفه‌ای و حسابدار شدند. اما وزارت دفاع ملی این گزارش را غیر واقع بین و نمیداند. در حالی که در ماه سرطان امسال واگذاری مسئولیت تامین امنیت از نیروهای خارجی به نیروهای امنیتی افغان آغاز خواهد شد، سازمان جهانی آکسفام در گزارش تازه‌ای از ناتوانی نیروهای اردو و پلیس ملی افغان در کار گرفتن مسئولیت تامین امنیت هشدار می‌دهد. آکسفام در این گزارش با اشاره به دستاوردهای نیروهای امنیتی افغان، چالش‌ها و کمبودی‌های این نیروها را بازتاب داده است. در این گزارش آمده است که نیروهای امنیتی افغان آموزش کافی ندیدند، تجهیزات ابتدایی در اختیار دارند و نیز حسابدهی و حرفه‌ای بودن آنان پرسش برانگیز است. آکسفام در این گزارش هشدار می‌دهد تا هنگامی که یک راهکار مؤثر حسابدهی به میان نیاید، خطر آن وجود دارد که نقض حقوق بشر افزایش خواهد یافت و نظامیان بهای آن را خواهند پرداخت. ما فکر میکنیم که قبل از اینکه نیروهای خارجی از افغانستان کاملا بران بیرون، اونا باید تضمین کنن که نیروهایی را که اونا به جا میگذارن نیروهای مسلکی هستن، حسابدهی هستن و در طرز رفتار خود با تمام قوانین داخلی و خارجی هماهنگ هستن. در این گزارش با اظهار نگرانی از نقض حقوق بشر از سوی نیروهای امنیتی افغان گفته شده است که این کار اعتماد مردم را به نیروهای امنیتی افغان کاهش داده است. با انتقال مسئولیت به نیروهای افغانستان تا سال 2014 هر روز پیش از سابق ضرورت آموزش نیروهای افغان در تمام عرصه‌ها بخصوص در قوانین بین‌المللی بشر دوستانه به منظوری که بتانند از تجریان عملیات ها جلوگیری بکنن از تلفات افراد ملکی بسیار بسیار اساسی و ضروری است. اما وزارت دفاع ملی میگوید که این گزارش دقیق نیست و با وجود نارسایی هایی که وجود دارد، توانایی های نیروهای امنیتی افغان به گونه مداوم رو به افزایش است. این وزارت می افزاید که در این گزارش باید با مسئولان آموزش و پرورش اردوی ملی گفتگو می شد. ما شک ندارین که هنوز نارسایی های زیادی در قوای امنیتی افغان و اردوی ملی موجوده، اما به طور یک نواخت ما و جامعه جهانی که در افغانستان حضور دارن معتقد به این هستیم که ظرفیت ها در اردوی ملی بسیار افزایش یافته، توانایی ها افزایش یافته و هر روز این ظرفیت ها در حال افزایش یافتن هست. اما آکسفام میگوید که در این گزارش با وزارت های دفاع ملی و امور داخلی نیز گفتگو شده است و این دو نهاد با بخش های زیاد این گزارش موافق بودند. در این گزارش تخمین شده است که نزدیک به 40,000 سرباز پلیس هیچ آموزش ندیدند و آکسفام نگاشته است که هیچ شیوه اثرگذاری برای رسیدگی به شکایت های غیر نظامیانی که از پلیس و اردوی ملی شکایت دارند وجود ندارد. افغانستان امن و آباد به سود تمامی کشورهای جهان به ویژه کشورهای همسایه است. معاون دوم رئیس جمهور با بیان این مطلب از جامعه جهانی میخواهد تا فشارهای دیپلماتیک را برای پشتیبانی سیاسی از خواستهای مردم افغانستان و نیز برای از میان برداشتن ناامنی ها بر مراکز حراس افغانان شدت بخشد. در این حال رئیس شورای عالی صلح هشدار میدهد که اگر صلح به میان نیاید حرکات های مسلحانه به گونه خطرناک در منطقه گسترش خواهد یافت.
معاون دوم رئیس جمهور که در یک نشست دو روزه زیر نام حمایت و بازنگری صلح، مصالحه ملی و بازگشت به زندگی مسالمت‌آمیز سخن می‌زد، می‌گوید روند مصالحه ملی به معنای قربانی کردن ارزش‌های دموکراسی نیست. وی می‌افزاید که مردم افغانستان و جامعه جهانی نمی‌خواهند که دستاوردهای 10 سال گذشته قربانی این گفتگوها شود. به گفته وی قربانی ساختن این ارزش‌ها به معنای شکست جامعه جهانی خواهد بود. برنامه صلح و آشتی را که دولت افغانستان با افغانهای مسلح مخالف آغاز کرده، فرصت خوبی را برای آنان به خصوص فرماندهانشان مهیا ساخته تا از خرابکاری هایشان دست بردارند، وگرنه سرانجام سرنوشت آنان به جای خواهد انجامید که اسامه با آن گرفتار شد. در همین حال رئیس شورای عالی صلح می گوید اگر روند صلح به گونه جدی دنبال نشود، مشکلات زیادی دامنگیری افغانستان، منطقه و جهان خواهد شد. حرکت های انتحاری روز تا روز این حرکت گسترده می شود. این پیوند با پیوند مافیای مواد مخدر، تاجران اسلحه، اینها و یک تعداد از برنامه هایی که بعضی از حلقه های بیرونی در قسمت ناامنی افغانستان وجود داره، اینها که دست به دست همدیگر بدهند، یقینا مشکلات زیادی دامنگیری افغانستان، منطقه و جهان میشه. برنامه صلح و بازگشت به زندگی مسالمت‌آمیز به این معناست که جنگجویان طالب 3 شرط را بپذیرند: دست کشیدن از خشونت، قطع روابط با القاعده و پذیرفتن قانون اساسی افغانستان. کشته شدن اسامه بن لادن این نکته را روشن ساخته است که پناهگاه‌های هراس افغانان در کجاست و آنان را در کجا باید جستجو کرد. معاون دوم رئیس جمهور از تمامی وزارت‌ها و اداره‌های خدماتی کشور می‌خواهد که برنامه‌هایشان را با برنامه صلح هماهنگ بسازند تا موانع فراراه صلح از میان برداشته شوند. در همین حال رئیس شورای عالی صلح از دستاوردهای این شورا سخن می‌زند و می‌گوید گفتگوها به گونه آغازین با حلقه‌های مؤثر طالبان آغاز شده‌اند. ایالات متحده آمریکا از عملیاتی که در خاک پاکستان انجام داده است پوزش نمی‌خواهد. سخنگوی کاخ سفید میگوید بانک واشنگتن شکایت‌های پاکستان را جدی میگیرد اما هرگز پوزش نخواهد خواست. در این حال دبیر کل ناتو خواهان همکاری‌های بیشتر در کار مبارزه با هراس افغانی در پاکستان شده است، اما شمار از آگاهان میگویند که پاکستان هیچگاه در کار مبارزه با هراس افغانی صادقانه عمل نکرده است. پس از آن که نیروهای آمریکایی در عملیات ویژه‌ای در خاک پاکستان اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را کشتند، مقام‌های پاکستانی از این کاری ایالات متحده آمریکا انتقاد کردند و گفتند که این عملیات بدون هماهنگی با دولت پاکستان انجام شده است. اما سخنگوی کاخ سفید می‌گوید که ایالات متحده آمریکا از عملیات بر شهرک ایبت‌آباد پوزش نمی‌خواهد. رئیس جمهور اوباما باور داشت که این حق را دارد که به حیث یک حمله پیشگیرنده چنین عملیاتی را بر راه اندازد، و نیز او گفته بود که اگر نیاز باشد برای گرفتار کردن بن لادن در خاک پاکستان نیز عملیات خواهد کرد. در این حال شمار از آگاهان میگویند که پاکستان از دیر زمان ایالات متحده آمریکا را در کار مبارزه با هراس افغانی فریب داده است و از این راه گذر پولهای هنگفته را نیز به دست آورده است. در مدت 10 سال پاکستان بارا شعار داده که ما با جامعه جهانی هماهنگ هستیم. نتیجه ثابت کرد که اینا هماهنگ نبودن. اگر این بار هم مقامات امنیتی پاکستان در جریان قرار می گرفت، ایران مطمئن باشین که اسامه شاید به جای دیگه انتقال داده می شد و بالاخره عملیات کماندوهای آمریکایی هم نتیجه منفی می داشت. اونا با این روحیه طلبکارانه و ادبیات جسورانه می خواهن آمریکا را به یک نوع انفعال و ضعف بکشانند تا آمریکایی‌ها به دنبال این عملیات‌های دیگه را در خاک پاکستان نداشته باشه و اونا بتانند که از همکاری با در مبارزه با تروریسم همچنان فرار بکنند. اما سوی دیگر دبیر کل ناتو میگوید که کشورهای غربی باید با پاکستان در کار مبارزه با هراس افغانی به گونه جدی همکاری کنند. فرجامین سخن من این است که ما با همکاری‌های نزدیک با پاکستان نیاز داریم. اگر ما خواستار تامین صلح پایدار و باثبات در افغانستان و بخش‌های دیگر هستیم، پس به برخورد مثبت با پاکستان نیاز داریم.
در این میان شمار از مقام ها در اداره رئیس جمهور کرزی به دنبال کشته شدن اسامه بن لادن از ایالات متحده آمریکا میخواهند که تعهداتش را به افغانستان افزایش دهد، اما با پاکستان باید برخورد جدی صورت بگیرد. چیزی که ما را نگران میسازد این است که ما شاید این فرصت را از دست بدهیم، زیرا ما بسیار دیپلماتیک کار میکنیم. ما باید این روش را کنار گذاریم و درباره نیازهای آینده ایمان جدی باشیم. از سوی هم مقام های امریکایی نام سه تن از همسران اسامه بن لادن را نیز منتشر ساختند. بر بنیاد گزارش یک تلویزیون امریکا، ام حمزه، ام خالد و ام سعده از همسران اسامه بن لادن هستند که در شهرک نیمه نظامی بتابات از سوی نیروهای امریکایی بازداشت شدند. در این حال آیسف از راه اندازی یک عملیات گسترده در برابر طالبان خبر می دهد و می گوید که این عملیات در سراسر افغانستان را براخواد افتاد. مقامات آیسف می افزند که رهبری این عملیات ها را نیروهای افغان خواهند داشت و نیروهای آیسف از این عملیات ها حمایت خواهند کرد. از سوی هم فرمانده عمومی آیسف در حوزه شرق می گوید که با کشته شدن رهبر شبکه القاعده طالبان تواناییشان را در برابر نیروهای افغان و خارجی از دست دادند. آیسف از راه اندازی یک عملیات گسترده در سراسر کشور سخن می زند که رهبری این عملیات ها را نیروهای افغان دارند. رئیس دفتر فرماندهی آیسف می گوید که بخشی از این عملیات ها از 20 روز پیش آغاز شده است. عملیات مشترک نیروهای افغان و خارجی به رهبری افغان ها آغاز شده است که این عملیات ها شکل تهاجمی دارند و در نتیجه هیچ منطقه افغانستان برای شورشان امن نخواهد بود. در همین حال فرمانده عمومی آیسف در حوزه شرق می گوید که با کشته شدن رهبر القاعده طالبان حمله هایشان را گسترش دادند و نیز شبکه یقانی از پاکستان گروه هایی را برای رانداختن عملیات های اراس افغانانه به افغانستان می فرستد. در حال حاضر شبکه حراس افغان حقانی در میرانشاه پاکستان حضور دارد و عملیات های طالبان را در افغانستان رهبری می کند، اما نیروهای افغان هر روز بیشتر تجهیز می شوند و طالبان توانایی استادگی را در برابر آنان ندارد. عملیات مشترک نیروهای آیسف و افغان در حال را اندازی می شود که پیش از این طالبان عملیات را به نام بدر در برخی ولایت ها برا انداختند. این رسورا در حال صورت میگیرند که ولایت نورستان یک بار دیگر آماج حملات مخالفان مصالح دولت قرار گرفت. فرمانده پلیس ولایت نورستان میگوید که نزدیک به 400 مخالف مصالح دولت به شمول شهروندان پاکستان امروز بر ولسوالی بامعین ولایت حمله کردند. وی میافزاید که تاکنون در این درگیری ها 3 سرباز پلیس زخم برداشتند و 3 مخالف مصالح دولت کشته شدند و 5 تن دیگرشان زخمی شدند. فرمانده پلیس ولایت نورستان از دولت مرکزی میخواهد تا هر چه زودتر به این ولایت نیروهای کمکی بفرستد. در این حال پلیس ولایت بغلان از بازداشت یک شهروند پاکستان در این ولایت خبر میدهد. فرمانده پلیس ولایت بغلان میگوید که از نزد این مرد یک مقدار جنگ افزار نیز به دست آمده است. از سوی دیگر مقامات ولایت بلخ میگویند که از عملیات گسترده مخالفان مصالح دولت در این ولایت جلوگیری کردند. فرمانده پلیس بغلان میگوید این مرد بازداشت شده که شهروند پاکستان است، هنگامی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد که مقدار جنگ افزارها را برای مسلح ساختن مخالفان دولت به این ولایت انتقال میداد. سلاح‌های کلاشنکوف که تقریبا در حدود 40 میل سلاح کلاشنکوف است، در حدود 450 میل یا قبضه بگویم تفنگچه مکروف است. از سوی دیگر مقام‌ها در ولایت بلخ میگویند که از یک عملی بزرگ مخالفان مصالحی دولت در شهر مزار شریف جلوگیری کردند. عطا محمد نور ولی بلخ بر رسانه ها گفته است که نیروهای امنیتی این ولایت 80 میل جنگ افزارهای سبک سنگین را که مخالفان مصالحه دولت برای انجام یک عملیات وارد شهر مزار شریف کرده بودند کشف و ضبط کردند. او می افزاید که در پیوند با این رویداد 3 مرد بازداشت شده است. گروه بزرگ عدالت خواهی از مجلس نمایندگان خواهان رسیدگی به خواست هایشان شده است. این گروه از مجلس نمایندگان می خواهد که بر دولت فشار آورد تا خواست های آنان را عملی سازد. این گروه پیش از این مخالفتشان را با روند کار شورای عالی صلح و گفتگو با طالبان اعلام کرده است. گروه بزرگ عدالت خواهی که چند روز پیش یک گرد همایی را برگزار کرده بود، آوردن اصلاحات در نظام، صلح واقعی، برگزاری لوی جرگه بر بنیاد قانون اساسی کشور و حسابدهی حکومت را از خواسته های اصلی این گروه می داند و دولت را در این زمینه ها به انتقاد می گیرد. این گروه با سپردن قطعنامه این همایش به مجلس نمایندگان
می خواهد تا این مجلس بر دولت فشار وارد کند تا به خواسته های این گروه عمل کند. خطرنامه را که ما به شورای ملی ارائه کردیم از مجرای شورای ملی برای حکومت افغانستان فشار بیشتری برند تا مواد قطعنامه تحقق پیدا بکنه. نسبت به این نگرانی ها حکومت ترتیب اثر نده و نظرات مردم و جناح‌های مطرح سیاسی را در نظر نگیره، افغانستان وارد یک بحران بسیار پیچیده خواهد شد. در همایش بزرگ عدالت خواهی که به روز پنجشنبه گذشته در کابل برگزار شده بود، شمار از اعضای شورای ملی، رهبران سیاسی و شهروندان کشور شرکت کرده بودند. پس از این شهروندان افغانستان ویزای مهاجرت ایالات متحده آمریکا را در کابل به دست خواهند آورد. جنرال کنسول سفارت آمریکا در کابل میگوید که اکنون خدمات دادن ویزای مهاجرت به ایالات متحده آمریکا در کابل فراهم شده است و افغانان دیگر نیاز ندارند که برای مصاحبه به اسلام آباد بروند و این کار را نماینده گسترش رابط میان کابل و واشنگتن میداند. جنرال کنسول سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل در گفتگوی ویژه با تلو نیوز میگوید که زمینه برای به دست آوردن ویزای مهاجرت به ایالات متحده آمریکا که آخرین مرحله عرضه خدمات سفارت ایالات متحده آمریکا شمرده می شود حالا در کابل فراهم شده است. من میخواهم یک بار دیگر بگویم که این کار بیانگر روابط روبر رشد صمیمانه و خوب میان ایالات متحده آمریکا و افغانستان است. این کار نشان میدهد که ما اینجا هستیم و با افغانانی که میخواهند به گونه قانونی به آمریکا بروند و یا میخواهند در آمریکا پناه گزین شوند خدمات کامل را فراهم میکنیم. پیش از این افغانان برای به دست آوردن ویزای مهاجرت آمریکا برای مصاحبه به اسلام آباد می رفتند و اکنون سهولت به دست آوردن ویزای مهاجرت به ایالات متحده آمریکا در کابل فراهم شده.